اخیراً یک مؤسسه آمریکایی که وابسته به سنای امریکا هم هست از اهدای جایزه‌ای به فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس ششم خبر داده. فاطمه حقیقت جو چند سالی است که در امریکا زندگی میکنه. ما هم امشب در خبر 20 به بررسی چرایی اهدای چنین جوایزی به چنین افرادی خواهیم پرداخت. سالها پیش وقتی عده‌ای تحت عنوان اصلاح طلب و با شعار دفاع از مبانی نظام و قانون خود را به مردم شناساندند، هیچ کس فکر نمی کرد روزی نقاب از چهرهشان بیفتد و خود به قانون شکنی بزرگ مبدل شود. ماها از روزهایی که فتنه فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده بود می گذرد. فتنه ای که آتش بیارهای آن نامهایی بودند، هم در داخل و هم در خارج. از دشمنان قدیمی این آب و خاک بودند تا مهره های سوخته داخلی، مهره هایی که به نام آزادی و اصلاح به میدان آمده بودند و شاید نامهایشان برای من آشنا باشد. My name is Dr. فاطمه حقیقت جو. حقیقت جو که نماینده اصلاح طلب مجلس ششم بوده است، روزگاری از روشنفکری اصلاح طلبان می گفت. ببینید آقای دکتر، آقای فاطمی روشنفکری، یه ایدئولوژی خیلی کشور رو جلو بود. اما این روشنفکری حد و مرزش کجا بود که حالا حقیقت جو که با تغییر چهره در آن سوی مرزها سکنا گزیده، قاتلان فرزندان این ملت را از جرگه خودیها و با هدفی مشترک می‌خواند. اما همه ما با دیدگاه‌های مختلف، نظرهای مختلف دور هم جمع شدیم. یک کسی ممکنه سلطنت طلب باشه، یک کسی ممکنه عضو سازمان مجاهدین باشه. همه ما یک هدف مشترک داریم و ما می‌خواهیم تاریخ روزی خواهد گفت که چه بر سر یک فرد می آید که می تواند این گونه به ملت خود پشت کند و از جهان بخواهد که کشورش را به رسمیت نشناسد. ایران رو به رسمیت نشناسیم، اهمیت جدی زایی داره. حرکت اصلاح طلبانه دولت اصلاحات شروع شده و برگشت ناپذیره و نظام دوام نخواهد. این تصویر مربوط به 10 سال پیش تو ایرانه، بعد از اینکه فاطمه حقیقت جو به خاطر بیان نظرات مناقشه آمیزش علیه ایران مجبور به استعفا از مجلس ششم شد، الان به امریکا اومده و در دانشگاه ماساچوست دارای بورسیه تحصیلیه. فاطمه حقیقت جو همینک در استودیو همراه ما. به عنوان اولین سوال، بعد از پایان مجلس ششم گفتید که با این وضعیت نظام دوام نمیاره. در ابتدا لازم میدونم سلام و عصر بخیر عرض کنم. از اینکه منو به اینجا دعوت کردین هم تشکر میکنم. هنوز هم مانند 10 سال پیش بر این باور هستم که اگر دنیا کمک کنن نظام ایران دوام نخواهد آورد. من اعتقاد دارم ایران همچنان نیازمند تغییرات اساسی هستش. منظور خودتون رو از تغییرات دقیقاً بیان کنید. منظور من همون تغییریه که من به همراه دوستان و همکارانم در 8 سال دولت اصلاحات اون رو دنبال می‌کردیم. یعنی تغییرات اساسی نظام. This change in the country in future. البته عجیب نیست که امثال این جاسوس انگلیسی این گونه برایش هیجان زده شود. النظام الایرانی الان یعانی من ازمه شده. من امروز افتخار میکنم که افرادی مانند این بانوی شجاع و دلاور ایرانی مثل فاطمه حقیقت جو از داخل یکی از مهمترین نهادهای نظام ایران اینجا در کنار ماست و تلاش میکنه هر چه زودتر بتونیم نظام رو ساقط کنیم. من به دلیل اینکه در داخل ایران حضور ندارم، هزینه حرکت هم در داخل ایران پرهزینه است. ما در اینجا عنوان ایرانیای خارج از کشور ما چه کاری میتونیم بکنیم؟ اگر که ما کمک بکنیم که فشارهای حقوق بشری بر دولت ایران زیاد بشه. برخی افراد که از ایران به آمریکا آمده‌اند و در مراکز مطالعاتی ما کار می‌کنند، کمک شایانی به پیشبرد اهداف ایالات متحده کردند. حقیقت جو از جمله این افراد است. به این عده صهیونیست‌ها را هم اضافه کنید، چرا که برای انجمن آمنیستی‌های یهود که اینجا در سایتشان خود را ضد دین معرفی می‌کنند، سخنران ایرانی داشتند که بر اساس سیاست‌های صهیونیست‌ها صحبت کند جذاب است. حرف هایی که در بین خود خارج نشین ها هم دیگر خریداری ندارد. ما امروز مطلع شدیم که احمدی نژاد قطعاً تصمیم داره که بیا در همین جا یک بار دیگه. ما توصیه میکنیم که نیاد.
این که آمریکایی ها برای پروژه رژیم چنج یا همون براندازی ایران حساب ویژه ای رو روی افراد خاصی که توی ایران حتی صاحب پست و مقام های عالی هم بودن باز کرده بود، جای صحبتی نداره و کاملا روشنه. اما انگار برای آمریکایی ها هنوز قابل هضم نیستش که تئوری های اصلاحات در ایران نخنما شده و اصلا جواب نمیده. اما کم نیستند حقیقت جوهایی که در پرونده سیاه خود نزد ملت هیچ برای گفتن ندارند و این زمستان است که همیشه می رود و این سیاهی است که بر زغال می ماند.